هنوز آن روز را فراموش نکرده است. اشک در چشمانش جاری است. اسمش سمیر است. بر سر مزار برادرش آمده است. میگوید کاش برادرم آن روز به مدرسه نرفته بود. کاش که نمیرفت. درس بخونم. ناوقت شده بود دروازه رو سخت زد از اینجا بیرون شد. برادر سمیرا و همه این دانش آموزان در اینجا همگی دو سال قبل در کابل فقط در یک حمله انتحاری جان باختند. کلی شیطان چیگو نداره؟ عطا الله از دوستای سمیم ما بود و همراه فرزانه در یک روز به دنیا آمدن و متاسفانه در یک روز چشم از جهان گشودن. اینا دوغلوهای بودن که با هم خیلی پلان ها و آینده داشتن، امید داشتن. چند روزی است مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر آغاز شده است. اینجا امروز قربانیان جنگ بر سر مزار عزیزانشان آمدند تا صدای آنها در این مذاکرات شنیده شود. در حال حاضر ما نمیدانیم که واقعا بر سرنوشت قربانیان جنگ افغانستان چی معامله سیاسی پشت پرده جریان خواهد داشته باشه، اما امیدوار هستیم که حداقل خون شهدا و خون قربانیان جنگ افغانستان پایمال نشده این پروسه صلح. حال که مذاکرات صلح در قطر جریان داره، اولا کلی خواست ما از تمام گروه های درگیر در افغانستان است که نقطه پایان در جنگ افغانستان بمانه. بس است قتل، بس است کشتار، بس است به خانمانی، بس است. بنابر آمارها بیش از 160 هزار نفر از مردم افغانستان در جنگی که آمریکا به بهانه 11 سپتامبر در این کشور آغاز کرد جان باختند. در 6 ماه اول سال 2020 میلادی 2957 غیر نظامی، 1213 کشته، 1744 زخمی به صبر رسیدند. وای به ممکن بیشتر باشد. 630 کودک هم در بین قربانیان به صبر رسیدند. آمریکا و طالبان در اسفند سال گذشته توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما جنگ بین دولت افغانستان و طالبان همچنان ادامه دارد. پس از توافق آمریکا با طالبان، مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر آغاز شده است. اما اینجا در افغانستان نشانه ای از کاهش درگیری‌ها در این روزها دیده نمی‌شود و مردم این کشور همچنان قربانی می‌دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.